سلام، کسی هست که دلمه دوست نداشته باشه؟ امروز میخوام هر دو مدل ترش و ملسش رو بهتون یاد بدم. با من همراه باشید. لپه رو با نمک خیس میکنم، بعد با آب کافی میذارم تا بپزه. حتما درب ظرف نیمه باز بذارید تا کامل لپه هامون بپزه. پیاز فراوون رو سرخ میکنم. مقدار دقیق همه مواد داخل دیسکریپشن نوشته شده. بعد از اینکه پیاز ها کمی سرخ شد، ادویه ها رو بهش اضافه میکنم. زردچوبه و فلفل سیاه. تفت میدم تا عطر ادویه ها آزاد بشه. گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنم و اون رو هم تفت میدم. میتونید به پیازتون یکی دوتا سیر رو هم اضافه کنید. نمک غذا رو اضافه میکنم. حواستون به مقدار نمکی که اضافه میکنید باشه، چون هم لپه هم برنج نمک داره. سبزی های معطرمون که اونها رو داخل دیسکریپشن نوشتم رو اضافه میکنم. من از سبزی تازه استفاده کردم. میتونید از سبزی خشک هم استفاده کنید، ولی خب اون عطر و بوی سبزی تازه رو نداره. بعد از اون لپه هایی که پخته شده آبکش میکنم و اضافه میکنم. لپه و سبزیجات رو هم با بقیه موادم تفت میدم. چون دو مدل دلمه درست کردم، نصف این مواد رو بر میدارم و به نصف دیگه برنجی که آبکش شده رو اضافه میکنم. میتونین از برنج خامی که خیس کردین هم استفاده کنید، ولی برنج آبکش میشه ولی زودتر برداشته بشه بهتر هستش به نظر من. برای دلمه ملس دو قاشق شکر و دو قاشق سرکه رو داخل موادش هم میریزم که موادم خوب مزه دار بشه. میتونین هم شکر و سرکه رو با هم دیگه بجوشونین و بعد دو سه قاشقش رو به غذاتون اضافه کنین. حرارت برنج شکرها رو همینجا آب میکنه. در نهایت براتون توضیح کامل رو میدم. همه مواد رو خوب با هم دیگه ترکیب کنید. اینا مواد دلمه ملسمون هستن که آماده است. میذارم تا سرد بشه و میرم سراغ دلمه ترشم. نصف مواد گوشتی که برداشته بودم رو بهش دو قاشق رو و یک قاشق رو به انار و یک چهارم لیوان آب غوره یا سرکه یا آب لیمو اضافه میکنم. اونایی که دلمه ترش دوست دارم حتما این روش رو امتحان کنم. بسیار خوشمزه و لذیذ میشه. کمی روغنمو تفت میدم و بعد برنجی که آبکش کردم رو به این مواد هم اضافه میکنم. دوست خوبم، ممنون میشم اگر تا اینجای ویدیو تماشا کردین، لایک کنین و اگر هنوز عضو کانالم نشدین دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو فعال کنین. سپاسگزارم. برنج رو هم اضافه میکنم و ترکیب میکنم. اضافه کردن رو و همچنین سرکه شیره داخل مواد دلمه‌مون باعث میشه که موادمون هم کاملا مزه‌دار و خوشمزه بشه. اونجوری که سس رو روی دلمه ها میریزیم ممکنه موادمون کاملا مزه‌دار نشه. اینا برگ دلمه ها و برگ موهایی هستن که من از پارسال اونا رو بسته‌بندی کردم. به چند روش مختلف آموزشش رو داخل کانال گذاشتم. لینکش رو براتون میذارم. همه روش ها عالی هستن. از هر کدوم از روش ها که خواستین و راحت تر بودین میتونین استفاده کنین. کافیه برگا رو چند ساعت از فریزر خارج کنین و داخل مقداری آب جوش بزنین تا کاملا نرم و قابل استفاده بشه. بهترین برگ، برگ درخت انگور بیدونه هستش و برگ هایی که زیاد باز نیستن و کاملا بسته هستن. بهترین زمان هم زمان خرداد هستش برای چیدن برگ درختمون. من کمی اونا رو داخل آب جوش میذارم تا نرم بشه و قابل استفاده بشه. شما کدوم مدل دلمه رو بیشتر دوست دارین؟ ملس یا ترش؟ من که خودم عاشق دلمه ملس هستم. توی کامنت ها به هم بگید. برگ هایی که کمی شکسته یا کوچیک هستن رو کف ظرف قرار میدم، چون دلمه هایی که قسمت پایین قرار میگیرن ممکنه بسوزن. دم و قسمت انتهای برگ مو رو میبرم. بهتر اون قسمتی که رگ برگ داره و برجسته است رو داخل قرار بدین که قسمت نرم بیرون بمونه.
به دو روش بخچه‌ای و سیگاری یا لوله‌ای میپیچونم و فشرده اونها رو داخل قابلمه کنار هم دیگه قرار میدم. این روش سنتی و بخچه‌ای اون هستش و این روش هم روش لوله‌ای یا سیگاری هستش که قسمت های پایین رو جمع میکنم و بعد قسمت های کناری و اونها رو لوله میکنم. همه دلمه ها رو فشرده کنار همدیگه قرار بدین تا موقع پخت باز نشه. من زمانی که مهمون دارم دلمه هامو موادش رو از روز قبل آماده میکنم و اونها رو میپیچم، کنار میذارم داخل یخچال و روز مهمونی سس مخصوص رو روی اونها میریزم. اگر برگاتون کوچیک هستن هم به این روش میتونین دوتا برگ رو کنار همدیگه قرار بدین روی دستتون و مواد رو اضافه کنین و اونها رو به صورت بخچه‌ای بپیچین. تمام مواد رو آماده کردم. نکته دیگه هم که مهم هستش این که بهتر از ظرف پهن استفاده کنین که وقتی سس رو می‌ریزین روی همه دلمه ها به یک اندازه و یک نواخت بشه. از قابلمه های گود که اونها رو تا لبه پر کنین از دلمه استفاده نکنین. من همیشه از ماهی تابه استفاده میکنم. دلمه ملسم رو با دو تا لیوان آب میذارم حدود یک ساعت بپزه. میتونین یه جسم سنگین روی دلمه ها قرار بدین که موقع پخت باز نشه. درب صرف رو میذارم و حدوداً یک ساعت و نیم اجازه میدم تا دلمه ها بپزن. برای دلمه ترشم دو قاشق روغن، یک قاشق رب انار و یک لیوان آب بوره اضافه میکنم و با هم دیگه هم میزنم و همراه دو لیوان آب میذارم تا سسم بجوشه و یه مقدار غلیظ بشه. بعد روی دلمه ها اضافه میکنم و میذارم اونها هم یک ساعت و نیم تا دو ساعت بپزن. برای دلمه ملسم هم سرکه شیره آماده می کنم. نسبت یک لیوان سرکه به یک لیوان شکر. شما می توانید با توجه به ذائقه خودتون مقدار شکر یا سرکه را کم یا زیاد کنید. روی حرارت می ذارم تا شکرم آب بشه و بعد اون رو روی دلمه ها می ریزم. بعد از اینکه دلمه ها با آب پختن سرکه شیره رو اضافهش می کنم. یک مقدار کم هم روغن روی دلمه ها میریزم، هم لذیذترش میکنه هم دلمه ها هم براق میشه. یک نیم ساعت دیگه هم میذارم تا بپزن. روی دلمه های ترش هم مقداری روغن میریزم بعد از یک ساعت و نیم. دوست خوبم، اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که لایک کنین. شما اگر روش دیگه استفاده میکنین لطفا توی کامنت ها به من بگین. از اینکه تا انتهای ویدیو رو تماشا کردین سپاسگزارم. میشه چان.